اهمیت یه انجمنی مثل انجمن یاری در این است که در یه زمینه ای فعالیت میکنه که شاید بیش از هر موضوع دیگری در ایران امروز مهمه و نیاز به فعالیت مردمی داره. در عرض همین 13 سالی که از این جشنواره فیلم گذشته، موفق شدن به تعداد زیادی کودک در ایران به صورت عینی کمک بکنن و در واقع از حالت کودک خیابانی اینا رو به کودک دبستانی یا دبیرستانی تبدیل بکنن و این خدمتی است که بی نهایت ارزش داره. یه اسم شناخته شده بین‌المللی بین جامعه ایرانی ها شده به خاطر اینکه گزارش های مربوط به این فستیوال منتشر میشه، حضور هنرمندای عزیز ایرانی که تشریف میارن اینجا باعث میشه که توجه بیشتری به این برنامه داده بشه. بعد از این اعتراف اگه من رضایت بدم تو نباید این کارو بکنی. باید انقدر پافشاری بکنی تا اون آدم مجازات شد. سعید تو رو دوست نداشت، تو خودت هم میدونی مشکلت هم همینه. همه عقدای زندگی تو حالا میخوای سر مامان من خالی کنی. اصل موضوع که روشنه، خیانت ناهید. اینکه سعید مرد برای اینکه نمیخواست با من تو خیانت کنه. من مادر هستم. فیلمی از فریدون جیرانی، تهیه کننده سید غلامرضا موسوی. قناری گفت کره ما کره قفس‌ها با میله‌های زرین و چینه‌دان چینی، ماهی سرخ سفره هفت سینش به محیطی تعبیر کرد که هر بهار متبلور می شود. کرکس گفت سیاره من سیاره بی همتایی است که در آن مرگ مائده می آفریند. کوسه گفت زمین سفره برکت خیز اقیانوس ها. انسان سخنی نگفت، تنها او بود که جامه به تن داشت و آستینش از اشک تر بود. احمد شاملو. بابت این فیلم غم‌انگیز ببخشید. فریدون جیرانی ساخته، تقصیر من نیست، ولی هنوز وقتی بعد از بار سوم چهار رو میبینمش خودم به شدت تحت تاثیر فیلم قرار میگیرم. چیزی ندارم بگم جز این که اگر شما هم دچار این احساسات شدین، برای این بود که خواستیم مثل همه هنرمندای متعهد فقط حرفی برای گفتن داشته باشیم. ممنون که نشستی، ممنون که دیدی، ممنون که ارتباط برقرار کردی. اگه من باش انجمن یاری کی آشنا شدید و چطوری شد که بینتون ارتباط ایجاد شد و یا از شما دعوت کردن که بیاید؟ خانم فریبا میرزا علی عزیز با من تماس گرفتن چند ماه پیش، گفتن یک همچین رویدادی داره اتفاق میفته در سوئد، امسال سال 13 همشه و از همه مهمتر برام این بود که یک عده ایرانی متداومن و با قدرت دور هم دیگه جمع شدن
و دارن یک کاری تا این اندازه انسانی و عمیق انجام میدن. طبیعیه که آدم عمیقا و قلبا خوشحال میشه و دوست داره جزئی از این اتفاق باشه. وقتی گفتن طبیعتا من خیلی خوشحال شدم و گفتم چرا که نه. هدف والایی که بچه ها دارن به نظرم یکی از استثنایی ترین اتفاقای ایرانیه که داره میفته. تو فقط داری یک تعامل میکنی برای نجات آینده ایران و این اصلا حرف کمی نیست. امیدوارم، یعنی میتونم این آرزو رو بکنم که تو سالهای آینده بچه هایی که اینجا دور هم دیگه جمع میشن در کنار کار خیری که دارن انجام میدن خودشون هم شروع کنن دست به تولید زدن. این واقعا آرزوی من. خوشحالم که فستیوال یاری هست. تا زمانی که انسان ها نیاز به یاری دارن آرزوی امتداد میکنم برای این مجموعه، آرزوی قدرت میکنم. امیدوارم ناامیدی ازشون دور باشه همیشه و دلاشون همجوری روشن باشه. نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گج از رنج میسازیم، به این تاریخ خورشیدی، به این فرهنگ مینازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست. شمالم تا جنوبم اش چه خاک و گندمی دارم، صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم. یعنی یه دونه میخوام درست کنم رنگ لباسش نیست. دخترها فریاد نمیزنند. تهیه کننده و کارگردان پوران درخشنده. سه سال پیش تحقیقات وسیع رو شروع کردم، با بیش از 700 دختر مصاحبه کردم و حاصل اون تبدیل شد به فیلم هیست دخترها فریاد میزنند که فکر میکنم در واقع بعد از ساخته شدنش یک مقداری آرامش گرفتم، به دلیلی که به شدت روی شونه های من سنگینی میکرد بار غم نهفته زنان جامعه هم که واقعا در سکوت و زیر پوست شهر در سکوت داشتن زندگی میکردن و فریادهای خاموش داشتن. خدمت استاد اسفندیار منفردزاده هستیم. ایشون هم امروز از مهمانان جشنواره بودن. من دیدم که ایشون به احترام این فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنن به پا خواستن و کارگردان رو تشویق کردن. میخوام از خودشون بپرسم که ببینم چه حسی داشتن امروز. من بسیار خرسندم از این ساخته شدن این فیلم، هرچند به قول یک نامه‌ای برای پوران درخشنده که دیر چرا. با این فیلم در واقع من فکر کنم یه مانیفست، یه بیانیه بسیار گیرا و دقیق و حساب شده بود که امیدوارم
بارها دوستان ببینن، چون این فیلم ابعاد متفاوتی داره از واقعیاتی که در ایران میگذره. بازم اینجا از بنیادیاری باید سپاسگزاری کرد که این امکان رو فراهم میکنه. الان در استکهلم هستیم و فستیوال فیلم یاری، برخورد ایرانیان مقیم سوئد رو چطور دیدی در سالن؟ خیلی خوب بود و درست شبیه همون برخوردی که من تو سینمای ایران از مردم دیدم، همون بغل کردن و نجوا کردن و احساس نزدیکی کردن با موضوع فیلم و به هر حال ارتباط گرفتن با فیلم، همه اینا مشابه بود و خیلی خوب بود، یعنی استقبال خیلی خوبی شد. حضور فیلمتون رو در این فستیوال با این نیت که صرفا هنری نیست، اجتماعی، خودتون چطور میبینید؟ خیلی خوبه، به هر حال نهایت این فیلم ها قراره که به یه جای بزرگتری راه پیدا کنه، جای بزرگتر در واقع دل مردم و کسانی که نیازمند حمایت و یاری هستند. من امیدوار هستم که سال‌های آینده در واقع حمایت‌های بیشتری از این جشنواره بشه، اسپانسرهای خوبی این جشنواره داشته باشه که بتونه بیشتر مردم رو جذب کنه و جلب کنه که این حمایت‌ها بیشتر صورت بگیره. فکر می‌کنید امسال در رسوندن این پیام همیشگی این فستیوال که 12-13 ساله که برقرار هستش آیا موفق بودین؟ با لطف همه دوستان ما تونستیم تا حالا 370 تا بچه رو در حال حاضر ساپورت بدیم. این تعدادی که خدمتتون میگم معناش این نیستش که از بدو تأسیس انجمن تا حالا ما 370 تا بچه داشتیم. بچه هایی بودن که دیپلم گرفتن، فارغ التحصیل شدن، رفتن بچه های جایگزین اون شده. یه چیزی حدود 600 تا بچه رو ما از بدو تأسیس انجمن تا الان حمایت مالی کردیم. با وجود مردم، با وجود این فیلمایی که پخش میشه، با وجود مهمونای عزیزی که میان حمایت میکنن، انجمن یاری تونسته این کار مهم و این مسئولیت اجتماعی که به رودوش تک تک آدمای یعنی ایرانی ها هست، چه ایرانیایی که توی ایران دارن زندگی میکنن، چه ایرانیایی که بیرون از کشور دارن زندگی میکنن، این مسئولیت به دوش همه هست که برای اون بچه‌ها، برای سرمایه‌های اون مملکت یه کاری بکنن. و هیچ کاری پسندیده‌تر از این نیست که بچه‌ای بره مدرسه، بچه از خیابونی شدن جلوگیری بشه، براش تو محیط خانواده بمونه، پشت میز مدرسه که جاش هست باقی بمونه. ما امیدمون بر اینه که به جای اینکه بچه‌های ما توی کوچه‌ها پرسه بزنن و توی کارگاه‌های سیاه و گرم به صورت برده ازشون کارگیری بکنن، اینها رو هر چه زودتر به مدارس بفرستیم و اینا کارشون اشغال مدارس هست. و شعار همیشه یه انجمن یاری این بوده که کودک خیابانی کمتر و دانش آموز بیشتر. Never breaks, no one can replace. Mobom, yoruham mobom. Yek vatan darim, kishvar dunyo. No one's ever gonna come between us. No one's ever gonna break the chain. No one's ever gonna come between. We stay the same. We stay the same. Bogam ram shude im ham khone. Bogam ram zire yek safin. Az dam isme ham. زنجیر میشن با خدا یکی میشه آدم. Whoever you are, wherever you come from, we got the power, citizens of this world, together side by side. We are one, unbreakable and strong, a chain that never breaks, that no one can replace. Mama stay the same.
کشور دنیا جز عشق پادشاهی نیست، جز ارتش نور نیاز به هیچ سپاهی. Wanna stay the same.